خب بچه ها، تو ویدیو قبلی کسی شیرینی بر نداشت، آشتی هم نشد، خواهش بکنم دهنتون شیرین کنید شما دیگه. تو این ویدیو وای دوباره بوش خورد زیر دماغ من. نه، تو این ویدیو قراره با هم دیگه دیسترک آدرویت به زیر تونه مانکیر رو گوش کنیم از کانال، از پیج سانکلود آدرویت به اسم فکچ. آخرای پنجشنبه شب شاهد درگیری آدرویت و زیر تونه مانکیر بودیم که حالا بیاید جلوتر داستانش رو بهتون میگم. خلاصه من لینک موزیک رو که از سانکلود گوش بینیم گذاشتم تو دیسکریپشن، میتونید کلیک کنید و چک کنید ویدیو رو اونجا، موزیک رو اونجا گوش کنید. لینک کانال یوتیوب دلول و استندره هم توی دیسکریپشن وجود داره. دلول، من و رامتین، اسنهر من و نیما، کانال پادکست هست جفتشون، اما مسیراشون مختلف. دلول بیشتر دیتینگ پادکست و بیشتر چیزایی که آدم بدونه بهتره، توی اسنهر هم چیزایی میگیم که آدم بدونه بهتره ولی یه مقدار رنگ و بوی رپ و هیپ هاپ و موسیقی و این چیزا داره. به هر صورت چک کنید، شاید خوشتون اومد هر کدوم از کانال رو. اگر فور گنگ ها رو بچید توی کامنت، بریم با هم دیگه بشنویم فکچ پوری آدرویت. اول از زیرو تونی مانکیت شروع شد. توی تلگرامش یه سری وایس گذاشته بود خطاب به همه، رو دنی روز گرفته بود، من نمیدونم چه اتفاق افتاده بود، مست کرده بود یا چی، ولی یه سری چیزی که نباید ازش داشت پخش میشد. بچه تو رو قرآن نمیدونید چقدر مصرف کنید، گوشی از خودتون دور کنید حداقل، بماند که دیگه تو این سن و سال همه باید بدونن چقدر مصرف کنن و بتونن بهینه مصرف کنن و این چیزا دیگه. من اینجور چیزا رو میبینم واقعا پشمام میریزه، کم هم نمیبینیم، خودمونم درگیر یکیشون شده بودیم. این واقعا دلیل اینی که من میگم مواد نزنید، برید اینا آدم باشگاه، میتونید همون سودی که مواد داره رو تو بلند مدت بگیرید از طریق ورزش بدون اینکه ضررشو بگیرید. آخه احمقی دیگه بین این دوتا اون رو انتخاب کنید. اما به هر حال در جواب اون وایسا و در کنار اون وایسا یه سری توییت گذاشته بود زیر تونی مانکی، داشت جواب این هیت هایی که میگرفت و میداد که بهش میگفتن اصلا این بیف شاپورو پوری به تو ربطی نداره، تو چرا ورود زدی؟ میگفت این بازی منه. چرا؟ دلیلش این بود که موزیک من رفته چارت یوتیوب و ترندینگ یوتیوب. داشت مثلا جواب ملت و واقعا و شنون مخاطبای رپ فارسی رو میداد اونجا، کلا درگیر شده، حالش خوب نبود اون روز. پوری آدرویت هم که همیشه یه تیکایی به تونی توی موزیکاشو توی کلا حال نمیکنه زیر تونی مانکیت، از بعد به تولد یهو دیدیم تو کانال تلگرامش گرفت روی زیروتون مانکیت و شروع کرد مسخره کردن و اسم فکج رو گذاشت روی زیروتون مانکیت. فک زیروتون مانکیت اگه دقت کنید یهو جلوه. و خلاصه در ادامش این دیسترک اومد بیرون جمعه شب. بیت پرودوسرز روکی فلیم گنگ ماهان وی ام پی فلیم و فریا فرجی میوزیک میکس مسترینگ کال اوت روز کاور آرت اتا فلیم و احد کیمیافر و ای آر ان ایکس فلیم آرنو فلیم یا چیزی آرنو فلیم دیستریبیوشن منیجر آردا. کاور یه جمجمه هست که فکش جلوی کارد رفت و سرش بیا روشن هنوز قطار دو کوزه خار ناموس بدخان دیمانتایز شد ویدیو. من با عزه دیگه سانسور کنم یه حجمی از فوشا رو دیگه. تلگرام و ولش کن من فکش فوش و خیابون دعوا من اصلا فوش ناموسی چاشنیم خیابون دعوا. عجیب ترین دیسترک رپ فارسی حاجی فلوهاش باشو خیابون دعوا من اصلا فوش ناموسی چاشنی میگیرم بره تو قهر و آشتی میزنم یه او پسر تو ماشینت لکنت بگیری به یه داشیم برو مادر تو میکی تو ناموسیم بگیری به یه داشیم ماشینت لکنت بگیری به یه داشیم برو مادر ناموس اونی که رونی تو بابا چاقالی محمد دوغی میزنم وایرال شه صادق بوغی وایرال شه صادق بوغی فشاری لاپا اونو داره میگه میزنم وایرال شه صادق بوغی فشاری لاپا توت بلند شد دنگا چشانی میگی آدروی تش چشامی جدیش نکن بریم به مالیم به تادیم جدی هم نتن داداش اینو ترک رسمی بده بیرون بیچ رو نگاه کن حاجی فلیمی ها دیوونن جدیش نکن بریم به مالیم به تادیم جدی هم نتنز کیا رب میزنم پسا کنسل
جدی هم نه تنز کیارب، جدی ها تنز کیارب، جدی هم نه تنز کیارب. میزنم پسر کنسل چیا بد، تلگرام رو ول کن فش نده تو که خیابون میبستی سیامن دیریل یوکیک. تو چیز گفت شلوار پلنگی تونی گفت یه چهارراه نبندیم فلان کنسل چیا بد، تلگرام رو ول کن فش نده تو که خیابون میبستی سیامن دیریل یوکیک. نیه من مفکش کنیه هر کی باشه کنیه، این که کلم فیتاشم پولیه کسخار راش میلینز. اینجا ببین آدرو چی میگه کیری فیس تو به حاجی این کلا این تیکه رو داریم. مثلا یارو میگه میزنمت مثلا بدتر، میخواد بگه بدتر از ممرلی کلی میزنمت، میگه میزنمت یه جوری میزنمت کسخار ممرلی کلی. اینو میگن خب، و وقتی اینو میگن من نمیگم حاجی چی، تو ذهنم نمیاد که حاجی چرا به ممرلی کلی فوش میدی. من منظور رو میفهمم، ولی آدرود یه جوری استرس کلامو میذاره رو کسخاره فلانی راش میلینز که من دلم از راش میلینز سوخت اینجا. من مفکش کونیه هر کی باشه کونیه، این که کلم فیتاشم پولیه کسخاره راش میلینز. اینجا ببین آدرود چی میگه آدرود فیش. چی میگه من با بانی، من به نابانی دیریل تشمایم گوفی فیس میچشی تن به یه ببن تو با بانی، بانی داشت میلینز داشت راش میلینز اگه اشتباه نکنم نمیدونم، یه تو اصلا با بانی ببند من با بهنام بانی ببندم دیریل تشمایم. منظورش این که دیریل تشمایم اینه که لایف استایل دیریل رو ما داریم انجام میدیم، تو موزیک دیریل رو میخونی. اینو داره میگه لایف استایل دیریل چیه؟ یه جرم و جنایت و چینگ و چینگ چینگ دراغز و اینجا ببین آدم چی میگه کیری فیس تو به بم با بانی، من به نابانی دیریل تشمایم گوفی فیس میچشی طعم گلوله رو میدم دهنت مملی دودوله رو کاردو میذارم گوشه گلوت میگی دادشی فقط فرو نکن ناموس جرداد پلش فیسی امو قنات خودم میندازم گردنت قلاده هم خودتو هم محرم درداد. آجی خیلی با من از آد روی داستن فرو نکن ناموس جرداد پلش فیسی امو قنات خودم میندازم گردنت قلاده هم خودتو هم محرم درداد. محرم درداد من پسه گوچی منه یه چی دارم فرو کنم گوچی مینو منظورته؟ تو داشت گوچی مینو میگی؟ الگوی من پسه گوچی منه یه چی دارم فرو کنم تو جیبمه الگوی تو یوکی دیری همه کونی سولاخت گوگرد بری من اصلا فوش ناموسی چاشنیمه سراخت گوگرد بریز. گوگرد بریزی جمع میشه حتما دیگه نمیدونم. من سنجد قدیمی هم میگفتن سنجد بخور کیلو تنگ میکنه، یا بمال مثلا دوباره کیلو تنگ میکنه، یه همین چیزی میگفتن. سر رابطه سنجد و تنگ کردن سراخو میدونم چیه، ولی حتی رابطه آب انار رو تنگ کردن رو میدونم چیه، نمیدونم چرا میدونم ولی گوگرد رو نمیدونم. همه کونی سولاخت گوگرد بری من اصلا فوش ناموسی چاشنیمه کیرم بره تو قهر و آشتی میزنم یه پسر تو ماشینت دکنت بگیری بگی اداشیم من اصلا فوش ناموسی چاشنیمه کیرم بره تو قهر و آشتی میزنم یه پسر تو ماشینت دکنت بگیری بگی اداشیم. من فرصم ای روکی بعدی تگ بعدی یه تگ بوند چهار تا بروز رو بشیم نمیزنی تگو بریم باشه. خب این بون فکش دیست پوری آدرود به زیر تونیمان کید که اینم باز یه دیستیه که زیر یه ساعت اومد بیرون، یه روز زیر یه روز اومد بیرون چکی که گوچی میگی اصلا نمیدونم با امید چی کار کنم. یعنی آدرود خیلی چیزا رو اشتها بگه اوکیه، چون آدرود برند رو این چیده که من هیچ چیو نگاهیده، تلفظ درست نگاهیده، استراکچر موزیک نگاهیده، فلوی آمبیت رو نگاهیده، کلا هیچی نگاهیده، کافی نگاهیده، ولی یه گوچی مین و گوچی من گفتن اینم نگاهیده. مثل اینکه بیتی که استفاده کرده بود من نمیدونم این چرا این بیتو حروم دیسته که مثلا یه روزه کرده بود. این ترک واقعا ترک این بنگر میشد آدرود روی این بیت یه ترکه، حالا یه خورده با وقت بیشتر میبست ترک بنگر میشد، فوق‌العاده بود بیت، اصلا فلیمیا دیوونن همشون. حالا من نمیدونم کی کدوم قسمت بیتو انجام داده بود، کی مثلا چه وظیفه‌ای داشت، ولی حالا ماهان و فرجی میوزیک هم بودن پرودوسرا، ولی کلا میگم من فلیمیا رو قبل چون میشناسم دیوونن، خیلی خفنن. دیستراک هم دیستراک معمولی بود دیگه، همچنان به نظر من از دلغه که شاپور واقعا به نظر من بهتر بود، نمیخوایم مقایسه کنیم، ولی خب دیست عجیبی نبود دیگه. من از اون طنزی که
پو خفه شده یه کلاغه اومده رو کانال کولر ما داره. چشم بودم آره دیسترک خیلی عجیبی نبود. من از طنز و از هیومر آدرویت انتظار داشتم تخریب بیشتری داشته باشه قلمش. نمیدونم به نظرم تخریب وایس های تلگرام آدرویت خیلی بیشتر از تخریب این ترک بود. ولی دستگرم دیگه بعید میدونم اونقدر قصد و غرض خاصی داشته باشه و استراتژی خاصی چیده باشه و اینجور چیزا مثلا گادپوری. و اونجوری هم واقعا دیسریسپکت عجیبه. فوش ناموس که نقل و نبات ریخته بود تو موزیکا، ولی اونجوری دیسریسپکتی که مثلا یه چیزی بگیر زیرا تو مثلا سرخ شه و ناراحت شه و نیاز باشه که بره یه دوری بزنه بیاد و ترک دوباره رو به روشه که حالا بشینه دیسترک رو بنویسه، همچین چیزی واقعا نداشت. ترک تبدیل تجربه اولین بار شنیده ترک هم واسه من میگم مثلا بیتش خیلی خفم بود. بیتش صدای بیت ایرانی نمیدادستم به عنوان دیسترک مثلا 5، ولی کلیت یه وقتی همچین بیتی داریم ما ترک 6.5 به بالاییه. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این ترک، این ریاکشن ویدیو، لایک اگه ویدیو رو دوست داشتید، دیسلایک اگه ویدیو رو دوست نداشتید، فورگن یادتون نره توی کامنت. اگه ویدیوهای کانال رو دوست دارید دکمه سابسکرایب رو یادتون نره فشار بدید، یه دونه زنگولم بغل دکمه ساب هست که اگه میخواد جانمونید از این مقصد توی این روزا به ریاکشن ویدیوهایی که به دیسترک ها میاد روی زنگوله فشار بدید و تا ویدیوی بعدی فور گن.